مرد یک قاتل وحشی است. این اتفاق در لاس وگاس امریکا رخ داده است. پلیس این شهر بنهایت غمگین بود، برای که هر دو سه روز پس هر آدمی که خونه و در نداشت در بیرون میخوابید کشته میشد. و از قاتلی که این کار را انجام میداد هیچ خبری از او نبود. پلیسان لاس وگاس بالاخره تحت گذراندن عملیات پرخطر این قاتل وحشی را دستگیر میکنند. این قاتل را چگونه داشتند؟ یک پلیس در اینجا با مثل یک بخونه و در آمده خوابید و در بالای آنجا کامیرا نصب کردند و انتظار بودند قاتل را قاتل باشد. از این فرصت استفاده برد و فکر کرد که این باز یک بچوره دیگر است در اینجا خوابیده باشد. از سلفانی که در دسترس است یک کتمنچک را برآورد و به طرف این پلیس حمله کردند، یعنی به طرف هم بچوره که این خوابیده بود و در حال پلیس ها او را دستگیر کردند. شما تنها تصور کنید همگی یک چند ثانیه پلیس ها دیر میکردند، این پلیسی که در اینجا تحت عملیات قرار داشت به هلاکت میرسید از دست این قاتل. خوشبختانه با این روحی بی‌نهایت پرخطر قاتل وحشی و بی‌رحم را دستگیر نمودند. وقتی که این قاتل را به بازداشتگاه بردند و سوال کردند، او یک جواب های عجیب و غریب داد. اگرچه را با تمام دلیلش دستگیر کردند و همه این نگاه نکرده، او گناه خود را نمیپذیرفت، یعنی قبول نمیکرد، انکار میکرد که او قاتل نیست. پس از آن که ثبت ویدیو کامرا را به او نشان دادند، پس از آن او اعتراف کرد به همان کشتارهایی که او انجام داده بود. پس از گذراندن تشخیصات طبی معلوم کرده شد که این شخص یک بیماری روحی بوده است. خوب، در این باره شما چی نظریات دارین؟ فکر اخیتاتون در کامنت ها نویسید. با این گونه شخصان بیمار چگونه باید معامله کرد؟ اونها رو باید به زندان بفرستن یا اینکه به بیمارخانه روحی؟ و این شخص راست گفت که او بیمار است یا اینکه نه؟ تمام فکر و نظرات شما را در کامنت ها ما انتظاریم و ما ویدیو رو لیک رو دوام میدهیم. ایرولیک بویوری ادین ایکس بت ساخته شد. اگر در وقت رگستراسیا در جای پراماکود نکا نویسن 5000 روبل بونوس تون میتن. برای بونوس رو گرفتن حتما پورا رگستراسیا رو گذارید. بعدن در شاتون پول پارتوین. بعد این اوتوماتیک است که بونوس در شاتون میگذرد. سیلکاش در اپسانیا. این دختره که میبینه در نصف شب با مخازه خوراک واری میتراید. در اصل فهمیده شد که این دختر رو دوست پسرش با این مغازه برای خرید چیزی روان کرده بوده است. در همین لحظه ها از بیرون با نزد این دختر از قفایش یک شخص شبهناک نزدیک شدن میگیرد و او را همیشه تعقیب میکند. مرد باشد هیچ چیز نمیخرد. غیر از اون که به نزد فروشنده میآید و خواهش میکند که از تلفن فروشنده استفاده برد. و پس از صحبت با تلفن وقتی که دختر فروشگاه را ترک میکند، این مرد باشد به تعقیب او میرود، یعنی او را تعقیب کردن میگیرد. کادر نوبتی را از دیگر راکوس از یک کامرای نظارتی که در دیگر قسم فروشگاه نصب کرده شده است ما میبینیم. میبینیم که این مرد یک جسد دختری را از ماشین کشیده برآورده ایستاده است و آن مکان را در حال آتش میزند. این واقعه در حقیقت هم دردناک و ترسناک است. وقتی که مدت زیاد دختر برنامه‌گردد، دوست پسرش باشد به پلیس زنگ میزند و همه چیزو خبر میدهد. پلیس ها آمده پس از تفتیش زیاد به شرافت همین ویدیویی که حاضر شما میبینید آن مرد رو مییابند که با این عملی دهشتناک دست زده بود و دادگاه حکم او را به حبس ابد میدهد. دوست پسر بیچاره‌اش باشد همه عمر خود را گناهگار میحسابد و میگوید که همش به خاطر من این کار شد. اگر من او را به مغازه برای خرید چیزی نمیفرستادم، او هرگز تحت حمله آن دیوانه نمیشد. گذشته از او این جنایت وزمین را قاتل با تنهایی نکرده بود. هنگام جنایت کردنش یک کسی دیگر او را همراهی میکرد که او را نیز داشته به 8 سال از آزادی محروم کردند. دختر نوبتی که حضور شما میبینید سوار یک ماشین ناشناس میشود و خود را باشد معرفی میکند به این شفیور. اگر شما حیران شده باشد، در واقع این راننده یک قاتل سپارشی است، یعنی برای پول میتواند آدم را بکشد، چگونه که میگویند کیلر. و این زن باشد از این کاری او خبردار است و محض برای همین در ماشین او نشسته است و با او مسئله دارد که چگونه شوهرش را به قتل رساند. بله شما درست شنیدید، این زن مخصوصا کیلر را ننیمت دارد که شوهر خود را از بین بردارد. آنها در داخل ماشین خیلی زیاد گفتگو میکنند. سپس از ملاقات زیاد آنها باز یک ملاقات دیگر رو میگذارند و سپس این زن عکس شوهرش رو به قاتل میسپارد. از روی این باید قاتل شوهرش رو یابد و کشد. این زن باز علاوه بر این دلیل این کارش رو نیز به این مرد میفهموند. این زن فهمون سببش رو که اگر او درخواست طلاق کند، پول و دارایی هایی که شوهرش دارد به او نخواهد رسید. از همین سبب او رو از بین میبردارند و قانونی همه آن مال و اموالی که دارد به زنش میگذارد، یعنی به همین زن. این زن سپس مبلغی رو یک
گرفتار با این قاتل میپردازد. البته این پیش پرداخت است و باقی مونده پول رو پس از آنکه این مرد قتل رو انجام میدهد با او میسپارد. اما خوشبختانه این زن بدبخت کاملا بخبر از آن است که این مردی که همچون قاتل خود رو شناس کرده بود قاتل نیست، بلکه یک پلیس جنایی است که در تحت عملیات قرار دارد. پیش از آنکه این زن این فکرشون رو در سرش داشته، شوهرش به پلیس شکایت کرده است و پلیس خواسته است که با این باوری حاصل کنه و تحت گذراندن این عملیات زن رو دستگیر میکنه. این ویدیو واقعا هم غمگین کننده است. چگونه میتواند یک زن عادی این گونه بی‌رحم و خودخواه باشد؟ Sounds like it's easier than divorcing him. You know, I didn't have to worry about the judgment of my family. I didn't have to worry about breaking his heart. Stuff like this, it's like kind of like a clean getaway, but it's gonna be fine. You know, I'm just gonna take the foot out of the camera, shoot right in the face. امروز نوار ما به آخر رسید. تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد. اگر به شما همین خل نوارها پسند آمده باشد در کامنتری نویسید و فردا ما قسمی دویمش رو میبراریم. تا ویدیو آینده در پناه خدا باشد. خیر.